اون ساعت 8:30 شب جمعه است فکر کنم. بله آره دیگه، 8:30 جمعه شب مهمونی ها رو دادن و مهمونی ها رو رفتیم و 12 نفر بله. خب دوستان دونه که نمیدونم چی نویسیم. درود بر همتون، خیلی ممنون که اینجا هستید، امیدوارم همتون. درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام علیکم، احوال شما؟ بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که تونستم که با شما ارتباط برقرار کنم. و موضوع برنامه‌تون در چه موردی جناب همایون؟ الان زدم وارد شدم. عرضم به حضورتون نمیگه اینا، حالا پس یه چند دقیقه باش توی لایف تا بعد بیا دیگه. آره چون قطع بود این. اوکی. سلام، خسته نباشید. شما بفرمایید. یه دقیقه در بدم، من باید گرفتم این 11 تا. خب بس آقا همایون، ممنونم جانم، بفرمایید. من قرار راحت بیام بالا، اصلا هم امیدیش ندارم. خب گدای همایون خائن وطن، درود بر شهرام، گدای خائن وطن. متاسفانه دوستان اینترنتشون ضعیفه. صدا قطع و وصل میشه مثل این که نمیدونم صدا اون چه هست قطع و وصل آه صدا اون میشه در جمعه هم همه کاش میکنم. درود بر شما جانم عزیزم، بفهمید. خوبی نهای همایون، سپاسگزارم جانم، بفهمید. خسته نباشید. میخواستم من یکی از حامیاتونم، میخواستم بگم همینجوری پیش برین نهای همایون، ایشالله که پیروزی با ماست. کجا هستی؟ تهران؟ شهریار. شهریار کرد؟ تهران شهریار. بله بله. الو سلام آقای همایون. سلام عزیزم، یه لحظه صبر کن، من با این دوست شهریار صحبت کنم. این شهریار چقدر بزرگ شده؟ تا من همینجا بزرگ شده. میدونم مثلا چند تا میدون داره الان شهریار؟ 50 تا 60 تا. نه بابا، خود شهریار. بله خود شهریار، کرج، اندیشه. آقای امام صداتون قطع شد. یه رفیقی ما اونجا داشتیم، آقای هجرت. کجای شهریار؟ شهریار کرج، همون شهریار. کدوم محل؟ یه چاپخونه، یه دونه اون موقع که من میگم یه میدون داشت 40 سال پیش. نه الان بزرگ شده های امان. آره خیلی بزرگ شده. خیلی خب چه میخونی؟ درس ما... درس میخونی؟ جان درس میخونی؟ خیلی سر کاره. سر کاری؟ بله 34 سالم. آه در پس سنت بالاست. خب 34 سال. بله بله بله. خیلی ممنون عزیزم، خیلی خوشحال شدم با تو صحبت. قربونه، سلامت بشی. مرسی. خب نفر بعدی بفهمید. جانم بفهمید. من میخواستم بگم که شما همچنان از شالاتان بازی و پرچم فروشی دست بر نداشتید. ای با چه تو پرچ عزیزم. نه بذار حرفشو بزن. بازم بگو بازم بگو. هر چی دارید میخواد بگوید. چیزو قطع کرد خودش؟ نه بگو آقا جان، بگو. بقیه بازم این چیز دیگه هم دلت میخواد بگو. رفت آقای امان. رفت؟ چرا رفت؟ آره. تو داری به من فوش میدی، من که به تو فوش نمیدم میری که. چرا رفت؟ کاش خودش اینو ما که چیزی نمیتونیم، کاش اینا بتونن خودش معرفی کنن. بعد فقط فوش نیست. عجیبه. ببین بابا جان، شمایی که آمدی این حرفا رو زدی، آفرین، از خودت داری فرار میکنی. بیا با من حرف بزن.
آقا پرچم بگو بگو چیه پرچم فروشی بده؟ خیلی خوبه، بگو چرا بده. صحبت یه چرت و پرتی بگی قطع کنی اصلا خیلی بده، خیلی بده. اوکی عزیزم جونم، حالا تو بگو. قربونت برم آقای ماین، من فقط دوست داشتم صدا تو بشنم، خیلی هم خوشحال شدم اومدم. قربونت برم، خیلی هم ممنون، خیلی ممنون آوردی ما رو بالا، ممنونم ازت. خب راهرو ولایت گذم هست جانم، بفرمایید. عرض ادب دارم خدمتتون. ممنونم عزیزم، جونم بفرمایید. ارادتمندی. حالا بنده به خاطر این که حالا چند مرتبه اومدم، اگه صلاح بدونید من سکوت کنم، این دوستمون که تصویر دارن سوالشون رو بپرسم، بعد از ایشون من سوال بکنم که دوستی که تصویر داره بفرمایید. من فقط آقای همایون جان بفرمایید، خیلی دوست دارم، دوست داشتم باهات حرف بزنم. قربونت، کجا هستی؟ کجا زنگ می‌زنی؟ من از ایلام زنگ می‌زنم، استان ایلام، شهر ایلام. ایلام به 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 کردم کردم والا کارم نگهبانم الان هم هست از سر کار. خوشحال شدم با حرف زدم، خیلی ممنون. قربان خیلی ممنون، دوست دارم، سپاسگزارم ازت. جام همایون، من سوالمو خیلی کوتاه میکنم، اینکه به دو سوال بپرسم. سوال اولم این که این اتفاقات، میخوام تحلیلتون رو بدونم، این اتفاقات اخیری که داره میفته حالا توی روابط ایران و آمریکا، تغییر رئیس جمهور و فشاری که حالا یا فشار یا چراغ سبزی که آمریکا به اسرائیل داده در باب حمله اسرائیل به ایران چیه؟ این سوال اولمه. سوال دوم اینه که تحلیل شما توی در مورد وقایع افغانستان و فرمونی که افغانستان داره میره جلو، و عرضم به حضور شما که آینده سیاسی ایران با توجه به سیاستی که در مورد افغانستان و طالبان پیش گرفته چیه؟ پس شد یه دونه آمریکا و چراغ سبزش به اسرائیل برای حمله به ایران، و تو پرانتز این که نظرتون در مورد اونایی که حامی این ایرانیایی که حامی این حمله ان بدونم، و دومی هم تحلیلتون در مورد وقایع افغانستان و سیاستی که ایران داره. اولا به نظر من هیچ ایرانی نمیتونه با حمله به ایران موافق باشه. اگه کسی با حمله به ایران موافقه حتما ایرانی نیست. یک. احسن. در مورد چراغ سبز، نه اینم قصه است. اسرائیل منتظر چراغ سبز آمریکا نیست. اگه بخواد کاری بکنه خودش میکنه. اینم یه قصه است که بعضی در آوردن. اما این موضوعیت هم نداره زمین. اما نکته مهمی که گفتی تو حرفات مسئله طالبان و افغانستان بود. به نظر من طی یکی دو ماه آینده موضوع مرزهای شمال شرقی ایران مسئله خواهد شد، و موضوع طالبان اگر بتونه طالبان کابل سقوط بکنه و به دست طالبان بیفته، به نظر من ایران وارد یک گرفتاری بسیار عظیم خواهد شد. درست. ولی من حالا یه نکته جالبی هم بگم و برم، شاید برای دوستان جالب باشه. ما نقشه افغانستان رو توی ذهنتون دارم میگم، توی نقشه افغانستان رو شما یه خط وسطش اگر بکشید، افغانستان رو شمالی و جنوبی بکنید، میبینید خواستگاه طالبان از اون نصفه جنوبی افغانستان استار میخوره. ولی نکته جالبش اینه که شهرهایی که دارن سقوط میکنن دونه دونه به دست طالبان، قاطبهشون توی نصفه بالایی نقشه افغانستانه، در صورت که شاید توی اون قسمت پایینی شما ببینی مثلا شاید مثلا دو تا سه تا مثلا شهر سقوط میکنه با اینکه خواستگاهشونه ها، ولی چجوری این اتفاق خیلی جالبه که توی شهرهایی که جزو نصفه بالایی اون قسمت شمالی رو فتح بکنه، دیگه قسمت جنوبی اوردی در اختیارشون خواهد. اونجا لازم نیست انرژی و نیرو بذارن. الان تمام این نیرو و انرژیشون صرف به دست آوردن قدرت در شهرهای شمال افغانستان کردن، چون اون رو بگیرن و با توجه به دوسته نقطه‌ای که در شهرهای جنوبی دارن، بقیه به دست آوردن بقیه دیگه خیلی کار آسونی خواهد بود. ولی اگر برن برای به دست آوردن این شهرهای جنوبی تلفات بدن، انرژی بدن، تسلیحات بدن، نیرو بذارن، امکاناتشون برای فتح شهرهای شمالی خیلی کم خواهد شد.
بعد نکته جالبش هم اینه که مثلا شما میبینید توی قله کوههای افغان مثلا طالبان تونسته مثلا یه دونه معدن توی مثلا ارتفاع چند هزار متری از سطح زمینه که توی این مسیر پر از مثلا حالا ژاندارمری های مال اینجوری میگم که یه ذره قابل لمس باشه هستش، ولی یه دفعه شما مثلا لودرهای طالبان برای بحث تخلیه اون معدن ها توسط هلیکوپترهای سنگین وزن این لودرها حمل میشه که مال آمریکا قاطبه شون، این لودرها حمل میشه میره توی دم اون معادنی که به حساب دارن کار انجام میدن. آقای همایون خیلی ممنون از تحلیلتون، من میرم پایین بقیه دوستان استفاده کنم. یا علی خیلی آدم با اطلاعات خیلی خوبه، آفرین، ارادتمندیم. یا این دوست عزیزی که رفت چرا عضو جنبش نمیشه؟ این دوست که رفت آزم تحلیل میکرد حتما برو عضو جنبش شو، آفرین، آدم با دانشو. دوستان اون که فرشمش نشون میده صحبت کن یا من صحبت کنم؟ نه شما صحبت کن، شما صحبت. درود بر شما و درود به خاندان ایرانساز پهلوی. من دو تا سوال داشتم، میخواستم استدلال شما رو بدونم جناب همایون. بفهمید داخل. خواهش میکنم. یکی این که به نظر شما چرا مردم ایران با هم پانه 100% که همه جا همینطور شلوغ و آتش زیر خاکستر، همه جا مردم پا میشن تو شهرهای مختلف، درود به شرف مردم بزرگ ایران، ولی چرا همه با هم پا نمیشن؟ یکی این سوال من که من استدلالم میگم بازم که به نظر من شاید هماهنگی نیست، دوست دارم نظر شما رو بدونم در این صحبت که چرا همه با هم پانه میشن. دومم اینه که باز نظر شما درباره کسایی که بازم من اشخاصی رو دارم که دوستا من که این کار میکنم متاسفانه، ولی میخوام بازم بدونم که چرا دوستانی هستن که حمله میکنن به اشخاصی که دارن مبارزه میکنن بر علیه جمهوری اسلامی و بهشون انگای مختلف میزنن، مثلا آقای جوانمردی، مثلا مسیح علی نژاد، مثلا عده دیگه که من هم بازم میگم به نظر من الان وقت این کارا اصلا نیست، یعنی واقعا اصلا امروز همچین کاری خودکشیه و نباید این کارو بکنیم. من دو تا سوال داشتم، خواستم نظر شما رو بدونم. من اولا خب اونی که ایراد میگیرن خب طبیعی است، همیشه یه حکومتی به طرفدارانی داره، پول میده، پول خرج میکنه، لذا اینو نمیشه ایراد گرفت. و نه آخه ببخشید تو صحبتتون کلامتون شکر، منظورم خاصی هم که طرفدار خاندان پهلوی هم هستن و میدونم که طرفدار خاندان پهلوی هستن و من ایمان دارم به این چیزی، یعنی دشمن جمهوری اسلامی هم، ولی این کار میکنن. والا بعد از خودشون سوال کنی، من نمیدونم، عقلم نمیرسه. از خودشون رو خب جناب کلانتری در خدمتم. چطوری شما آقای کلانتری؟ سلام آقای همایون، خسته نباشید. اینستاگرام رو داره راه میندازید دیگه ها. آره آروم آروم دارم میگم شما خوب آقا الحمدلله. اتاقی که بودی خیلی حس کردم، یقه یک آخوندی رو گرفتی، آقای دکتر حسینی بود. کی بود آقای همایون؟ ببین اینا آیدیاشون که فیکه، بعد عکسه میگه من مثلا طرفدار جمهوری اسلامیه، ورشه عکس آقای مجتبی خامنه‌ای رو گذاشته تو پروفایلش. من با این چند جا دیگه هم چیز شدم، میای اون مصطفی خامنه ایه پس. بله بله. بعد میگه من نمیدونم 50 تا کتاب دارم، آیت الله هم واقعا تو دو تا بحث قبلی ابتداییات رو نمیدونه، تو بحث فقه و اصول و اینا. ما که بی سوادیم تو این حوزه، من که بی سوادم میفهمم سواد نداره. بعد میای یخش گرفتی. اگه تو واقعا طرفداری آقا، شما حداقل اون احترام اربابتو حفظ کن. میای این کارو میکنی، میای اونجا فحش میدن به اون عکس، این نمیدونن یه سری هم کیه. یه خانم دیگه اومده رفته از یه سایت انگلیسی عکسی برداشته دزدیده گذاشته پروفایلش، میگه من بی حجابم، نمیدونم چی ام. گفتم خب خانم اگه شما اینجوری و داره طرفداری میکنه به چه شدت و غلظتی از مثلا نظام مقدس اسلامی، همچی میکشید اینا. گفتم خانم شما که اینجوری، من لایو میذارم، بیا توی اینستاگرام با هم صحبت کنیم که من ببینم شما واقعا همینی با همین تیپ و این عکس. بعد رفتم
با گوگل سرچ کردم عکس داره دیدم اصلا ما رو یه خانومی مربی انگلیسی که توی شرکتی خارجی اصلا هیچ ربطی هم نداره به اینجوری مواجه شدیم. ایشون میاد ببین اطلاعات دروغ میدم من آقای همون بعضن که میان تو اتاق حتی فحاشی هم میکنم به شخص من خدا میده اصلا جوابم نمیدم دو جا عصبانی میشم همیشه یه جایی که طرف میاد میخواد تو مدیریت دخالت کنه مثل اینکه من بیام مثلا میام تو شبکه میام میگم آقای همون چرا فلانیو میاری چرا اونو میاری چرا نمیدونم کچلوار توسی پوشیده چرا آبی نپوشیدی چرا کروات اینجوری دو اینکه دروغ میگه اطلاعات دروغ داشت میداد به مردم پشت سر همه اطلاعات دروغ که دیگه منم جوابشو دادم بعد هی میگو من نمیدونم آیت الله امام جمعه بعد آخه اگه تو آیت اللهی امام جمعه تو از ما میترسی یا ما بعد از تو بترسی اگه تو انقدر پست به این بالایی داری میگن خائن خائف میشه دیگه عجیبه این تو چرا میترسی اون آقای گلی کیه اون آقای گلی کیه آقای گلی این ایشون روحانیه روحانی بوده البته سر یک مسائلی من حالا باش مفصل گفتگو کردم حالا اگر شما صلاح بدونید میتونیم بعدا یه برنامه‌ای بذاریم اصلا اینو 8 سال زندان بوده زندان دادگاه ویژه روحانیه ایشون یه عالم بچه خیلی با استعدادی بوده یه خانواده مذهبی که همه هم مثلا روحانی بودن با یه امیدی اومده بوده اومده طلبه شده طلبه باهوشی بوده زود مدارج رو طی کرده مثلا یه دفعه امام جماعت یه مسجدی شده بوده اینا یه دفعه اینو زندگیشو نابود کردن این آدم یعنی از یه مسیری که داشته میرفته و ممکن بوده این آدمی بشه یه روز از بزرگترین مبلغین باشه حالا شما این کن یه برنامه مشترک بیاریمش با هم حتما من دارم با چند جلسه شاید مثلا 7-8 ساعت باش صحبت کردم آره این دو تا کتاب هم نوشتی الان راجبه چی هست؟ آره من به آرشان گفتم یکیشو که آقای همایون اسمش به نام فساده ایران نذاشتن چاپ بشه اصلا یه 2 سال مون تو پس پرده ارشاد یکی دیگه شم دمده رضا زرابه که پرونده دن هیچ که تا حالا دمده رضا زراب به این تجمیع کار نکرده اوکی من بخش... میگم آقای آرش شما رو با بیژن خیلی وصل بکنه همون گفتم چون دیدم تو برنامه اسپانسرش میشم خودم اگر لازم شد اسپانسر چاپش میشم ممنون علیتو مرسی اوکی. این دوتا کتاب خیلی مهمه یعنی خیلی ده. کمک میکنه به مخصوصا اون اول بسیار عالی میگم حتما آقای آرش ترتیبش رو صحبت میکنه باشه عزیزم باشه قربان ممنون قربان شما خدا این آقای گلیو پس این کتاب رو با بیژن خیلی چیز بفرمید جانم بفرمید سلام آقای همایون درود بر شما احوال شما بفرمید خوش بکنم خیلی خوشحالم بعد از 20 و اندی سال بالاخره من تونستم با شما صحبت کنم هی بابا پس با هم پیر شدیم ها دقیقا با هم پیر شدیم آقای همایون آره من شما خیلی از شما درست خیلی از شما یاد گرفتم از شما آموختم هنوزم میاموزم امیدوارم موفق باشین از همه مهمتر تنتون سالم باشه ممنونم ولی همینجور خودت رو سر حال و قبرام نگرد تا من دعوت کنی به یک قیمه خیلی خوب تو منزلتون وقتی اومدم تهران تشریف بیاریم ما اصفهان هستیم تشریف بیاریم خیلی خوشحال حتما خیلی خوشحال میشیم آرزومه که یه روز شما تشریف بیاریم خیلی ممنون مواظب خودت باش وعده دیدار به یک سفره قیمه در اصفهان حتما تشکیل قدمتون بشین ایوونتون خدا نگهدار بسیجی آجاها هستن برای بسیجی هم بفهمید آقای دوست بسیجی ما بفهمید خوش میکنم سلام عرض ادب آیا محبت فهمید شهرام خوبایی خوب هستین شما جانم عزیزم بفهمید آیا شهرام خان ببینید بعد از 43 سال
دیگه این نهایت تلاش براندازان و کسانی که ایران ستیز هستن به نتیجه نرسید. دیگه در خوزستان دیدیم که این اوضاع بی آبی. عزیزم شما که طرفدار آقای خامنه ای هستی، شما مشکل داری؟ چرا تصویرت رو چیز کردی؟ سیاه کردی؟ حالا اجازه بدیم من صحبتم رو بکنم. به خدا اگه تو آمریکا بودی هالیوود می‌بردنت. عجب خوشتی توی این عکس خودت واقعا. یه صلوات بفرست چشم نکنم. اللهم صل علی رسول الله. یادم رفته بلد نیست. میگم آقای همایون میخواستم اینو بگم، بعد از 43 سال آرزوی براندازان قراره به گور ببرن این براندازی رو. ببینید تو خوزستان مایی که تو خوزستان معترض هستیم. اجازه بدیم من صحبتم رو بکنم. اومدم یک دقیقه صحبت بکنم اگر اجازه بدیم. یک دقیقه جوان خوشتی بیر عزیز سمت آقای خمینی وقتی رفتن به نجف و قصد براندازی رژیم پهلوی رو داشتن و این آرزو 15 سال طول کشید، خوب بود کسی روش بگه که آقای خمینی 15 سال شده تو از آرزو رو گور ببری. نه نه اتفاقا من به شما هم میگم ادامه بدین اتفاقا. اگر شما نباشین که زندگی واسه ما بی‌معناست. به هر حال باید یه مخالفی باشه رو بریم. خیلی حال بقیه شد. من فقط اینو بهت میگم آیه شهرام خان، ببین خوزستان کسانی هستن که 99%شون اسلحه دارن. خود بنده کلاشینکوف دارم، 80 تا فشنگ همین الان دارم، ولی جونمو برای آقای خامنه ای میدم، جونمو واسه نظام میدم. هر کسی هم که بخواد، هر کسی بخواد علیه آقای خامنه ای اسلحه بگیره، خب مخصوصا این گروهک تروریستی تیر. نه عزیزم این عشق به وطن شما ایران ستیز هستین. شما مردم رو تشویق به جنگ داخلی میکنه آقای همایون. شلوغ نکن گوش بده. من هرگز موافق جنگ داخلی نیستم. اشتباه تو اونجاییست که وطن رو با آقای خامنه ای گره میزنه. منم حالا تو میخوای قبول کن میخوای نکن، مگه گره نخورده؟ امنیت کشور گره خورده به رهبر آقای خامنه ای، به رهبر انقلاب گره خورده امنیت. اصلا ارتباطی با هم دیگه نداره. این دوتا موضوع کاملا جدا. گوش بده دقیقه، یه گوش بده. هر آدمی ممکنه فاسد بشه، نمیشه. آقای خامنه ای من معصومه. نه معصوم نیست، ما فقط 14 معصوم داریم. تموم شد. ولی شما اشتباهشون رو بگین. اشتباهشون چی بوده تو این 43 سال؟ شما به عنوان یک مسلمان داری شرک میکنی. شما حق داری فقط و فقط در راه خدا جانتو بدی. وقتی میگی در راه آدم من جانمو میدم، خدا هم ما رو خلیفه قرار داده در روی زمین، یک سری خلیفه قرار داده جانشین در روی زمین. شما اون آدم رو بردی در حد خدا قرار دادی. خیر خدا قرار دادی، مرتکب شرک شدی، مشرک شدی. من چی گفتم الان؟ مگه چی گفتم الان؟ گفتی من جانم رو برای آقای خامنه ای میدم. بله بله جانم رو برای کسی که اسم خدا رو زنده نگه داشته میدم. با فتوای اسلام برو توی از یک مرجع اسلامی بپرس. تو حق نداری همچین حرفی بزنی. چرا حق ندارم؟ کجا نوشته؟ شما بگین کجا نوشته من حق ندارم جانم رو فدای نائب امام زمانم بکنم. عزیزم، پسرم، برادرم، برو از یه مجتهدی که قبول داری سوال کن. اصلا بحث عقیدتی ما الان بحث عقیدتی نداریم، ما بحث سیاسی آقای همایون. الان بعد از 43 سال شما هنوز امید براندازی داری؟ من سوالم اینه. من چی کار داری؟ من دیوانه، من احمق. تو چه آدم عاقلی هستی؟ دارم میگم تو به عنوان یه آدمی که مسلمانی داری میگی من جانم رو برای خامنه ای میدم. دارم میگم این حرفی که تو میزنی شرکه. تو فقط حق داری جان تو در راه شما بگین کجا نوشته شده شرکه تا من بگم اصلا شد. شما برو امشب از مجتهدی که قبولش داری سوال کن. بگین شهرام و همایون به من اینو گفت. فردا بیا توی این لایو به من بگو من رفتم از این مجتهد سوال کردم. آقا اصلا چیزی که شما میگی درست، من مشرک، ولی اینو بدونید ما خوزستانی ها تا آخرین قطره خونم پشت رهبری و نظام هستیم با تمام مشکلاتی که داریم. قرونت برم میگم یعنی این آرزوی براندازی رو به گور خواهید برد شما همتون. اینو همیشه تو ذهنتون داشته باشین. زمانی که میخوای رو بالش بخوابی، سرتو بذاری رو بالش بخوابی، بدون که یک عرب خوزستانی امشب اومد تو لایوت
و این حرف رو بهت زد که جونش رو فدای آقا خامنه‌ای میکنه که و دیگه این و این آرزوی براندازی رو به گور خواهی برد آقای همایون. اینو صد بار تکرار کن. گوش بده، گوش بده. من به تصمیم شما احترام میذارم و ممکنم از حرفت درست باشه، ممکن من این آرزو رو به گور ببرم، اما عکسش هم ممکنه. ببین بابا جان، خیلی آدمای گنده‌تر از آقای خامنه‌ای بودن، رژیم‌های قوی‌تر از جمهوری اسلامی بودن، به طرفتون این سقوط کردن. حالا والا ما هر کسی دیدیم داره میمیره، ترامپ رفتش، نمیدونم نتانیاهو رفتش، او یارو جان بولتون رفتش، همشون آرزو به دل شده. گوش بده، من که تاریخ تو نمی‌نویسی. شاه آدمی با قدرتی بود مگه نبود؟ سقوط کرد. صدام آدمی با قدرتی بود نبود؟ سقوط کرد. قذافی آدمی با قدرتی بود چی شد؟ سقوط کرد. آقا تاریخ و فاتحه ها می‌نویسن، فعلا ما فاتحیم. خب فعلا شما درسته یا نه؟ آفرین، باریکلا، فعلا شما هم تلاشتون رو بکنید. من تلاشمون رو می‌کنم. ولی مردم رو تشویق نکن به تظاهرات. ما رفتیم تظاهرات مسالمت‌آمیز انجام دادیم تو خیابون تو خود همین اهواز، ولی خب می‌دونید مسالمت‌آمیز هم بود. دو تا جوون از دست دادیم، دو تا جوون توسط تروریست. گوش بده آقای همایون، دو تا جوون از دست دادیم. تروریست‌های الاهوازیه، گروهک تروریستی، دو تا جوون از ما رو کشت. شما خود در خونه اون کسانی که تظاهرات کردن شریک هستید. اینم در نظر داشته. گوش بده بچه، اینجا مرتکب یک معصیت دیگه هم شده. من هرگز هرگز مردم رو تشویق به تظاهرات نکردم. اگر هم کردم تظاهراتی بوده که تماما جنبه مسالمت آمیز داشته. همون مسالمت آمیزش رفتیم، مگه شما نمیدونستی گروه هک تروریستی وجود داره؟ کی رفتی داره؟ چه رفت مسالمت آمیز برف من؟ همین برای جریان قطعی آب رفتیم تظاهرات مسالمت آمیز انجام دادیم. شما داری دروغ میگی. چرا؟ بلکه من هرگز مردم رو دعوت به تظاهرات برای آب نکردم. میدونم شما دارین تشویق میکنین به براندازی. همین تشویق شما به براندازی باعث میشه مردم خب خیلی ممکنه حرف شما رو گوش بدن دیگه آقای همایونی. ببین بابا جان، من آقای رژیم یا آقای خامنه ای را برخواهم انداخت، در این تردید نکن. حالا تو میگی ما فاتحیم و پیروزیم، بسیار خوب، یه روزی هم نوبت من میرسه. آقا من میگم به هر حال این از مسیری که الان تو این چند سال دارین میرید حرکت میکنید، عقب نشینی کنید و برگردین، حداقل بقیه عمرتون رو به هدر ندین. ببین دلیل پیشرویمونم و دلیل پیروزیمونم همین که الان تو داری اینجا با من حرف میزنی. من اگه اهمیت نداشتم، من اگه مهم نبودم، تو الان اینجا نبودی. من اومدم شما رو نصیحت کنم، بگم از این راه غلطتون دست بردارین. حاجی آقا خوشتیپ، خیلی عکسش خوشتیپ. به به بابا این لب شاره بشن، بزن بزن به تخت چش نخوریم حاجی آقا. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بگو مادر یه اسلام. بله بفهم. واقعا واقعا یه اسلام. بله آ آره حتما. ولی چرا بزن عکسش رو بزن جای من. را بزن را کن مرد بروغ نمیگن به خود رو خیلی خوشتیب بین ببند یا را کنی این لورنس عربستان بیا خیلی اوکی بابا جان هم بی فرمایشی دیگه. سلامتی، فقط میخواستم باز تکرار کنم که ما مردم خوزستان، همه مردم ایران با تمام مشکلاتی که داریم، خودمون مشکل خودمون رو حل میکنیم. نیازی هم نداریم کسی خارج از کشور ما رو حمایت کنه یا بیاد سنگ مردم خوزستان رو به سینه بزنه و جونمون هم فدای آقای خامنه‌ای میکنیم. آخه تو چه وکالتی از مردم داری بابا جون؟ به هر حال من یکی از مردمم، من داخل ایرانم، من داخل اهوازم و شما و شما خارج از ایرانی. فرق من و شما اینه. مگه خمینی خارج از ایران نبود؟ ما وقتش میاد، اون به وقتش اومد، ما وقتش میاد. اون پشتوانه مردمی داشت، ولی شما کسی رو نداری. من ندارم. ندارین دیگه، دیدیم تو اتفاقات اخیر هیچ کی نیومد وسط. 4 5 نفر بودن همه رو گرفت. خمینی هم خرداد 42 مردم رفتن، رژیم هم رفت دستگیرش کرد آورد تهران. ولی 15 سال بعد موفق شد. ما هم حالا همین
اون با تمام با تمام نگاه کن، شما با تمام این همه دشمن داره ایران پشت شما، اپوزیسیون نمیدونم مالی تسلیحاتی دارین تامین میشین، آمریکا اسرائیل غربیا پشتتونن، نمیدونم برای شما سمینار میگیرن. ولی آقای خمینی با پشتوانه مردمی انقلاب کرد، مردم میخواستن. اولا گوش بده اولا من تا این لحظه که دارم با تو حرف میزنم دیناری نه از هیچ دولتی نه از هیچ حکومتی نه از هیچ سازمانی کمک نگرفتم. هرچی کمک گرفتم مردم $2-5 کمک کردن. یک، آقای خمینی از آقای جیمی کارتر $150 میلیون در زمانی که پاریس بود کمک گرفت. اگه این سندش کجا سلام ما بریم ببینیم؟ سندش رو فردی برات میارم. حتما. سند نوشتاری نباشه چون ما سند با ویدیو نشونتون میدیم، متاسفانه قبول نمیکنه. شما الان سند نوشتاری میارین؟ اسناد وزارت خارجه آمریکا هست. این حرف من که نیست که بابا جون که فیلمشو پخش میکنه در تلویزیون. برو ببین. خب بذار وقت به تو خود. او وقتم تموم شد. خیلی خوب. عرب خوزستان عکسشو میذاره که روی جل حال بکنه. ممنونم، ببخشید دوستان امروز وقتتون رو گرفتیم و تا گفتگوی دیگه خواهش میکنم دیگران رو هم با خبر بکنید که در این ساعت میان. چقدر خوبه که مخالفین یه احساسی بهشون دست میده که میان اینجا دیگه، مگر نه؟ سپاسگزارم از شما.